کرد، دشمنان اسلام و مخالفان پیغمبر را ضربات سنگینی زد. وقتی حضرت امیر شهید شدن، امام حسن یه جمله ازشون نقل شده که فرمودن که این شمشیری که بر سر علی خورد تقاص شمشیرهایی بود که پدر ما در بدر و احد زد. ما میدونیم پشت صحنه کیا هن، ما میدونیم اون شبی که حضرت امیر شهید شدن، شب 21 که جنازه رو آوردن که چیز امام شهید شدن، صبح نماز صبح، خب حضرت امام حسن رفتن به جای حضرت امیر برای نماز. اونجا داره تو صحبتشون امام حسن یه خطبه خوندن، صحبت کوتاهی بود، این جمله رو گفت امام حسن، گفتن مردم دیشب مسیح بار دیگر به آسمان رفت، دیشب مردی به آسمان رفت که هر جا خطری اسلام رو تهدید می کرد پیامبر او رو می فرستاد تو حلقوم خطر، درست وسط معرکه. هر جا گیر می کردیم قفل می شد کارا، علی می رفت قفل رو می شکست. هر خطی که شکسته نمی شد کسانی رو پیغمبر می فرستاد، می رفتن شکست می خوردن بر می گشتن، او می فرستاد برای که او خط رو بشکنه و می شکست. هیچ خطی رو نشکسته نگذاشت علی. بعد گفت مردم دیشب خلیفه ای به آسمان نزد خدا رفت که جیبش خالی بود، دیشب خلیفه ای با جیب خالی از این عالم رفت. کدوم خلیفه تو دنیا وقتی شهید میشه جیبش خالیه؟ بعد اونجا داره که حضرت امیر که آمدن باش بیعت کردن، اول خلافتشون یه عده از دوستانشون آمدن گفتن، حالا من ترجمهشو از رو براتون بخونم، آمدن هنگام بیعت به او گفتند که به علی، که علی تو دشمن بسیار داری، خیلی ها را در جنگ های صدر اسلام کشتی، خیلی قبائل و خانواده ها و باندها رو عزادار کردی از همون موقع، منتها تا زمانی که پیغمبر بود و تا کینه ها رو به دل مخفی کردن، با تو کینه دارند. حضرت امیر میدونی چی جواب داد؟ حضرت امیر گفت هر کرا کشتم برای حق و عدالت بود، من با کسی مسئله شخصی نداشتم، جنگ های ما عقیدتی بود و پس از این نیز چنین خواهد بود، ما با کسی تعارف ندارم، اختلاف مسلک بوده، ما برای حق جنگیدیم اونا برای باطل. بعد فرمود اگر خونبهایی میخواهند بروند از حق بگیرند، اگر خونبهایی میخواهند بروند از حق بگیرند که کمرشان را شکست، من عذرخواهی به کسی بدهکار نیستم. برای که 20 چند سال پیش او جنگا بوده زمان پیغمبر، حالا پیغمبر رفته، 2 دهه گذشته، فضای کشور و جهان اسلام عوض شده، نسل دوم سوم آمده، یک عده از اون ضد نظام ضد پیغمبرایی که پیغمبر باشون جنگیده تبعیدشون کرده لطوپار شدن جنگیدن با پیغمبر کشته شدن، اونا و بچه هاشون دوباره برگشتن تو صحنه سیاست، حتی بعضیشون اومده بودن تو حکومت و طلبکار که ها ما مثل که با همدیگه خورده حسابایی داریم از قبل. بعد یه عده به حضرت امیر میگفتن که آقا بالاخره اون موقع یه تندرویایی شده، اون موقع تندرویایی شده یه جوری، شما مثلا عذرخواهی کوتاهی، امام فرمود نه، خونبهای کشته هاشون رو برن از خدا بگیرن چون خدا کمرشون رو شکست، ما با کسی عذرخواهی بده کار نیستیم. شما الان میبینید شبیه این قضايا هست، الان کسایی که به جایی که عذرخواهی کنن برگشتن به طلبکارن. الان اونجا داره که وقتی جبهه بندی میشد و شیپور جنگ و مرگ به صدا در میآمد، وقتی که دیگه مجبور بودن بجنگن و خونها آماده ریختن میشد و قربانگاه مجاهدین عدالت و شهیدان اسلام آذین بسته میشد، علی در پیشاپیش رزمندگانش رو به آسمان میکرد و با خضوع و خشیت میگفت، اینم یکی از دعاهای قبل از یک عملیات حضرت امیر کرده به نیروهاش، گفت ایستادند، گفت دستها رو بالا ببرید، این دعا رو حضرت امیر خوند، گفت خدایا دلها به سوی تو روانه است، دل ما از آن تو و به دست توست، گردنها به درگاه تو کشیده است، چشمها به آستان تو دوخته است و قدمهای ما در راه تو به راه افتاده است، خدایا کینه هایی که سالها پنهان کرده بودند آشکار شد، دیگ سینه هاشان دوباره به جوش افتاده است،
ای خدا به تو شکایت میکنیم که پیامبرمان دیگر در میان ما نیست تا داوری کند، و باید بدون او برای حفظ اصول او بجنگیم، و باید با خودمان بجنگیم، با دوستان سابق خودمان و با یاران خودمون باید بجنگیم. خدایا دشمنان ما زیاد شده اند و دوستان ما متفرق، بی انگیزه، سست، کم، پراکنده، اهل دنیا و هر کدام رو به سوی و پشت به دیگری. پس خدایا اینک تو میان ما و دشمنانمان، تو میان من و اینان داور باش، و فاتح اصلی در این نبرد تو خواهی بود حتی اگر ما شکست بخوریم. بعد رو کرد به نیروهاش، از تعمیر رو کرد به بسیجیاش و اینا، گفت ای مجاهدین راه خدا، حق شمشیرهایتان را ادا کنید و پهلوی مخالفان را به خاک برسانید، نیزه ها